از این سلام ساعت 11:45 دقیقه هست. ما نزدیک تایباد هستیم. اینجوری که عزیزان مرزبانی اعلام کردن، تونستن توی یه عملیات یه بچه‌ای رو که دزدیده بودن از کشور ما، از یکی از شهرها، و افراد این رو از کشور خارج کرده بودن، به کشور همسایه برده بودن، اینو تونستن در طی یه عملیات برگردونن. خانواده بچه از تهران مثل این که تو مسیرن، نزدیکن، اونا هم دارن میرسن. ما هم به سمت هنگ مرزی تایباد در خدمتیم تا این گزارش رو تقدیم حضورتون کنیم. صدا، در وهله اول انتصاب جناب عالی رو به سمت فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی تبریک عرض می‌کنیم. جناب عالی خراسانی هستید، در از سالها ما خدمتتون بودیم در جاهای مختلف، در شهرستان‌های مختلف، و برگشت جناب عالی رو به فال نیک می‌گیریم. من جمله اینکه شنیدیم عملیاتی رو عزیزان شما انجام دادن که منجر به آزادی یک گروگان شده. همرزبان عزیز من در مرزبانی خراسان رضوی، پس از اینکه از یک مورد آدم ربایی در سال 97 مطلع شدن به لحاظ اقدامات قضایی و حقوقی که انجام شده بود، و عده دختر بچه 3 ساله در سال 97 از استان البرز ربوده شده بود و به خاک افغانستان منتقل شده بود. خب البته این دختر بچه هم اصالتا افغانستانی است و به صورت مجاز در استان البرز، بله در استان البرز، در یکی از شهرستانهای استان البرز اونجا زندگی میکردن، که این دختر بچه در سن 3 سالگی در سال 97 ربوده میشه و به خاک افغانستان منتقل شده بود. مبارکت باشه که بچت برگشت. چی شد بچه شما رو بردن؟ بچه من بعد از اینکه شوهرم فوت کرد، دخترم قرار شد پیش من باشه. وقتی 3 ساله شد، برادر شوهرم اومد به بهانه اینکه ببره بگردونتش، برد دیگه سر از افغانستان. شوهر شما افغانستانی بوده؟ بله. دختر بچه هم اصالتا افغانستانی است و به صورت مجاز در یکی از شهرستانهای استان البرز اونجا زندگی میکردن، که این دختر بچه در سن 3 سالگی در سال 97 ربوده میشه و خاک افغانستان منتقل شده بود. برادر شوهر شما بچه رو تو ایران از شما گرفت، چرا در اختیارش گذاشتی؟ حکم دادگاه داشت؟ نه، من خودم گفتم بالاخره برادرزاده شه باشه ببره ببینه. آره. بهانه گردوندن بچه چه سالی و چه موقعی بچه رو از شما گرفت؟ 15/7/97 بود. 1397. عجب. خب بعد بچه رو آورد و با خودش برد افغانستان. آره دخترم، آره دیگه نزدش از دخترم خدافزی کنم، بردش رو خبر رو آوردن که افغانستان اونجاست. پیگیری های قضایی که انجام شده بود توسط مقام محترم قضایی در اونجا و پرونده قضایی تشکیل شده بود، اعلان به پلیس اینترپول محول شده بود جهت پیگیری و بازگردوندن این دختر بچه به کانون و آغوش خانوادش. شما چی کار کردیم بعد از اینکه بچه رو برد؟ شکایت کردم پلیس آگاهی رفتم و پلیس آگاهی رفتم و همون محل خونمون شکایت کردم. 2 سال دیگه همینطوری پیگیری کردم تا اینکه رسیدگی کردم. بله. یعنی افغانستان هم شما رفتی؟ نه، به پلیس اینترپول و به مرزبانی اینا اطلاع دادم، اونا پیگیری کردن، عکساشو فرستادن اینا. بله. همکاران من در فرماندهی مرزبانی استان با تلاش‌های گسترده‌ای که این چند وقت گذشته شدن موفق شدن که این دختر بچه رو پس از 2 سال با آغوش گرم خانواده‌اش و مادرش تحویل بدن. و شاید خب صحنه‌ای بسیار احساسی رو دوستان و همکاران من بودن که خب کمتر ما در نقاط صفر مرزی با این گونه رویدادها مواجه میشیم. همکاران من در فرماندهی مرزبانی استان با همه تلاشی که دارن تلاش میکنن که از امنیت و از مرزهای ایران اسلامی در این محدوده از کشور عزیزمون در استان خراسان رضوی حمایت کنن و این امنیت رو به مردم عزیزمون هدیه کنن با تلاش‌های شبانه روزی با مجاهدان خاموشی که مردم کمتر از اون مطلع میشن و کمتر اون میبینن. مسئولیت‌هایی که نیروی انتظامی داره در همه حوزه‌ها، این مسئولیت‌ها در مرز هم به عهده مرزبانی است، علاوه بر مسئولیت‌هایی که در حوزه دیپلماسی مرزی و در حوزه مراقبت و حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران به عهده مرزبانی جمهوری
جمهوری اسلامی ایران گزارده شده و اقدامات بسیار خوبی هم از این بابت اتفاق میفته. کی متوجه شدیم بچه پیدا شده؟ سعید که اونو برده بود اون یک به خاطر یک کاری که اینجا داشت اومده بود ایران، بعد به من اطلاع دادن که اون که دخترتو برده اومده ایران با. بعد منم رفتم به قاضی گفتم و حکم جلبش رو گرفتن دستگیرش کردن، بعد به پلیس اینترپول و مرزبانی اطلاع دادم اونا پیگیری کردن و دخترمو تحویل گرفتن. اقدامات ما جنبه امنیتی ندارن، بسیار از اونها جنبه اقتصادی عمرانی داره. این همه اقداماتی که در مرز صورت میگیرد، همه اقدامات عمرانی و اقتصادی و خدمت شما شد، سایر اقدامات دیگری که در مرز صورت میگیرد، نیروی انتظامی و مرزبانی به عنوان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به استیفای حقوق دولت و مرزنشینا در مرز رو عهده‌دار هست. مثلا ممان استاد همین پروژه راهن خواف هرات که خب بسیار حیاتی است و پروژه بسیار خوبی است که میتواند درهای اقتصادی خدمت شما شد به روی کشورمون و کشور افغانستان برای تبادلات متقابل باز بکنه. خب با حمایت مرزبانی و با حضور شبانه‌روزی مرزبانی این خدمت نشد پروژه در حال انجام هست. انشالله امیدواریم در آینده نزدیک هم با حضور مسئولین استانی و مسئولین کشوری انشالله به افتتاح هم برسه و ما هم تلاش میکنیم که هرچی بیشتر زمان رو و شرایط رو فراهم بکنیم که بتونن دوستانمون در حوزه راهن زودتر مأموریتشون رو به انجام برسونن. اصلی پلیس مرزبانی چیه؟ ما غیر از همه مأموریت هایی که در ذات مسئولیت های نیروی انتظامی است در مرزبانی هم صادق است. یعنی مثلا به عنوان مثال بحث برخورد با اشجار و برخورد با مواد مخدر در حوزه های اقتصادی، قاچاق کالا، حتی بعضی از حوزه ها که ما نقاط جمعیتی داریم و در نقطه صفر مرز مستقر هستن، اقدامات قضایی پیگیری خدمت شما شده اقدامات قضایی به عنوان ضابط قضایی به عهده مرزبانان عزیزمون هست که اونجا بالاخره حضور مرزبانان چند در مرز وجود داره. خب این اقدامات و پیگیری ها هم دوستان من و همکاران من در مرز انجام میدن. دیپلماسی مرز خدمت شما شده اقدامات متقابلی که در مرز باید انجام بشه بین مرزبانان کشور مقابل و جمهوری اسلامی ایران. ما در دو کشور هم در افغانستان و هم ترکمنستان که هم مرز هستیم، اینها به عهده مرزبانی است. تمام تردداتی که در مرز انجام میشود به صورت مجاز بایستی با هماهنگی مرزبانی انجام بشود و با نظارت مرزبانی، چه در حوزه اقتصادی چه در حوزه تردد افراد به صورت گردشگر یا به صورت زائر یا به هر صورت دیگری که خدمت میشود این ترددها صورت میگیره در مرز، همه اینها با نظارت و با حضور مرزبانی انجام میشود. از حدود مرزها و خطوط مرزی، مراقبت از علائم این خطوط مرزی، از این که هیچ اتفاقی و هیچ اختلافی نباشد در مرز، همه اینها به عهده مرزبانی است که خب در پی اقدامات خاص مرتبط به خود مرزبانی و دیپلماسی که در مرز وجود داره حاکم هست، این مأموریت رو مرزبانی به عهده داره. اینجوری که من شنیدم برادر شوهر شما گفته بود که باید با من ازدواج کنی، همچین چیزی؟ بله، چون من قبول نکرده بودم اینطوری من دخترم برد و منو تهدید کرد و گفت دیگه دخترتو نمیبینی اگه با من ازدواج نکنی، گفت حتی اگه اونو بگیریم دوباره من تهدید کرد که دوباره میدازمش. عجب. برادر شوهر شما در صورت افغانستان ساکنه کلا؟ بله الان افغانستان ساکنه. ارتباط با مرزبان مقابل در همه موضوعاتی که در مرز اتفاق میفته، هر موضوعی که شما فکرشو بکنید و در مرز اتفاق بیفته، به عهده مرزبانی است که این حل و فصل رو با دستگاه مرتبط، یعنی به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیین‌نامه، که البته خب این آیین‌نامه قدیمی است، در سال 1336 مصوب شده و اصلاحی اون در سال 87 آخرین مرحله‌ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، در سال 87 تحت عنوان لایحه تربیت مرزبانی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، که البته بسیاری از بندهای اون مورد تایید رسید، بخشش که هنوز به تایید نرسیده. ان شاءالله امیدواریم با تلاش نمایندگان عزیز هر چیز زودتر اون بخش هم به تصویب برسه و ان شاءالله بتونیم یک مستند قوی‌تری در اختیار داشته باشیم برای اینکه مأموریتامونو در مرز بتونیم ان شاءالله به خوبی به انجام برسونیم. و
وضعیت امنیت مرزهای استان ما به چه صورته؟ خب به لطف خداوند متعال و با تلاش همرزمان عزیزم در مرزبانی استان، به لطف خدا امنیت بسیار خوب و قابل قبولی الحمدلله الان در مرزهای استان حاکم هست. این هم مرهون همه تلاش‌ها و زحمات و خون متعهد شهدایی است که بالاخره در سال‌های سال در این مرزها و در این مرزبوم به زمین ریخته شده و باعث شده که خب این امنیت پایداری که ما الان داریم به لطف خداوند متعال، البته با همکاری بسیار خوب مرزداران عزیزمون که مرزنشین‌های عزیز ما در مرزهای استان بسیار همکاری خوبی دارن با مرزبانان ما و این همکاری متقابل باعث شده که امنیت بسیار خوبی رو ما در مرز داشته باشیم و به تبع این امنیت بسیار خوبی که حاکم است، خب اقدامات عمرانی و اقدامات اقتصادی خوبی که در مرز الان در اتفاق میفته در حوزه استان به لطف خدا در حال انجام هست که امیدواریم بتونیم همیشه این ماموریتمون به نحو احسن انجام بدیم.